سلام میگم به همه شما عزیزان خداوند خدا رو شکر میکنم برای تک تکتون امیدوارم که زمان پربرکتی رو با هم شروع کنیم امیدوارم که در فیض و قوت خداوند حرکت کنیم امروز میدونم شاید بعضی یا شده باشین و انتظار داشته بودید که بردر رزا رو اینجا ببینید ولی ایشون هست کنار ما و با ما خواهد بود خدا رو شکر میکنم ایشون همچنان با شما در ارتباط خواهد بود خواهید توانست همون هایی رو که همیشه باشون با ارتباط میگرفتید میتونید باز هم باشون با در ارتباط باشید و پاسخگوی سوالاتتون خواهند بود و امروز من در خدمتون هستم همونجور که ایشون جلسه قبل عنوان کرده بود قبل از شروع بیایید با هم دعایی داشته باشیم که روی خداوند عمل کنه نه قدرت و فکر و زبان انسانی ما ای پدر جان به حضورت میاییم در این ساعت و این زمان ای خداوند اون چه که تو گفتی رو میخواییم خداوند رو انجام بدیم اون چه که اراده توست رو خداوندا به انجام برسونیم ای روح القدس زبان من مس کن تا اون چه که کلام توست رو با قوت تو بر زبان بیارم تا باشه که خداوند کلام تو برای تو سمر بیاره برای تو جانها رو به سمت تو بکشه برای تو جانها رو قوت بده ای خداوند ای پدر جان هر آنچه که داریم از توست تو در ضعف ما غالبی تو در ضعف ما قوتی ای خداوند تو هستی که خداوند تو در ضعف ما نمایان میشی و جلال پیدا میکنی و نشون میدی که تو هستی نه ما ای خداوند ای پدرجان جان قدرت نام تو رو در این ساعت و این زمان اعلام میکنم ای روح القدس عزیز تو رو صدا میزنم و تو رو اعلام میکنم و میخوام که تو رو جلال بدم و باشه که به قدرت نام عیسی هر آنچه که خداوند مانع از اراده تو هست در این ساعت و این زمان به قدرت نام عیسی فرمان میدم از مسیر تو بره کنار و به قدرت نام عیسی اعلام میکنم اون جانها و اون دلهایی که امروز خداوندا باید کلام تو رو بشنون باید از تو خداوندا سیر بشن از تو تشویق بشن ای خداوند امروز دریافت کنن کلام تو رو و پیام تو رو ای خداوند از زبان من ای خداوند شکرت می کنم پدر جان که حضور داری شکرت می کنم که هر روز ما رو محبت می کنی هر لحظه به فکر ما هستی ای خداوند شکرت می کنم و میدونم که پدر جان قلب محبت تو همیشه برای ما می و میدونم که تو همیشه و, همیشه و همیشه و همیشه کنار ما هستی و هر لحظه به فکر مایی و همیشه دستهای ما رو مشتاقانه گرفتی و آماده کمک کردن و بلند کردن مای ای خداوند و همیشه آماده هستی که ما به سمتت بیایم و در حضورت بیایم و از تو بشنویم و با تو گفتگو کنیم ای خداوند شکرگزاری میکنم برای این زمانی که مهیا کردی برای همه عزیزانی که خداوند امروز هستن تو این برنامه و و این برنامه رو خواهند شنید بعدن ای خداوند باشه که کلام تو خداوند با محبت تو بر جانهاشون بشینه و برای تو سمر بیاره ای خداوند باشه که تو دیده بشی و تو ای خداوند و تو پرستیده بشی چون جلال از ازل تا به ابد از آن توست و تو هستی که لایق دیدن و شنیدن و پرستیدنی با شکرگزاری به حضورت اومدیم و ایمان داریم که دریافت میکنیم آمین هللویا شکرت میکنم ای خداوند عزیزان خداوند امروز هستیم با شما امروز یه مسئله که برای خود من تو این هفته قشنگ بود که خداوند این رو به هم داد واقعا شاید این پیام برای خود من بود شاید که برای خیلی از عزیزان دیگه هم باشه ولی خواستم که اینو باتون در اشتراک بذارم و با هم قدم به قدم جلو بریم سوالی که میخوام بپرسم ازتون اینه که ما چقدر ایماندار داریم واقعا تو این دنیا چقدر ایماندار مسیحی هست میدونم که هزاران هزار خب خیلی کلیساهای بزرگ هست چه خارج از ایران چه داخل ایران که خب نیستش ایماندار ولی داریم و خیلی کلیسا هست خیلی ایماندار هست و حداقل ایماندار ایماندارهای ایرانی خیلی زیادن این رو میدونم شاید آمار دقیقی نباشه ولی میدونم که خداوند کار بزرگی رو در ایران شروع کرده و خیلی ها رو خیلی ها رو به سمت خودش دعوت کرده و نورش رو به قلب خیلیها تابونده و خیلی ایماندار مسیحی داریم خدا رو شکر میکنم برای این زمانی که فرار رسید و این محبتی که خداوند داره در ایران میکنه و قلب ایرانی رو لمس میکنه واقعا این نجاتی رو که داریم از ما نیست من نیستم که خداوند رو انتخاب کردم من نبودم که به سمت او رفتم او بود که به دنبال من اومد اون بود که ما رو دریافت کرد ما رو نجات داد و اول او ما رو محبت کرد و فقط ما گفتیم و بس فقط همین خدا رو شکر میکنم خداوند توی متا پنج 14 16 من ها رو ز... نمیخوام برم سر وقت کتاب البته خودم خیلی خیلی دوست دارم که همیشه از کلام بخونم و و ذره از کلام رو کم نذارم و یک نقطهش رو حقیقت جابجا نکنم ولی به خاطر اینکه یه مقدار مشکله هی برم سر وقت کتاب و شاید تایم خیلی طولانی بشه اونو میذارم که خودتون مطالعه کنید توی متا 5 14 16 خداوند به ما ایماندارا به ماها میگه که ماهایی که خداوند رو میفهمیم میچشیم و دونستیم و دریافت کردیم و حقیقت رو فهمیدیم میگه شماها نور عالم هستید نور عالم هستید و میگه این نور رو هیچ زیر پیمانه نمیذاره قایمش نمیکنه این رو روی چراغدان میذاره تا هم مسیر خودش رو روشن کنه هم برای اونایی که در اطرافش هستن اون روشنی رو ببینن و مسیر درست رو تشخیص بدن درسته اینو هممون میدونیم همه ما نور عالم خونده شدیم خداوند به ما میگه شما نور هستید برام قشنگ بود اینو که میخوندم که دریافت میکردم میگفتم خب خدا رو شکر ما نور هستیم و الان ما چقدر ایماندار داریم چقدر ایمان دار حالا دنیا به کنار که میدونم خیلی توی دنیا خیلی نیازه که این نورها باشه ولی تو همین ایران خودمون توی فارسی زبان ها ما چقدر نور داریم خیلی نور داریم فکر کنید تو اون تاریکی هایی که امروزه دنیا رو گرفته و مخصوصا تو ایران خیلی الان شاید در وضعیت بغرنج خودش و اون حساس خودش قرار گرفته و خیلی تاریکی زیاده ولی ما خیلی هم نور داریم خیلی نور داریم و این نور کار خودش رو انجام میده. این نور میتونه همچنان با قوت بره جلو. خود عیسی مسیح وقتی که روی زمین میاد نور بود. اون همون نور آسمانی بود، اون همون قوت آسمانی بود. اون همون پدر بود، همون نور بود، همون کلام بود که بر روی زمین اومد. چی کار کرد؟ خداوند روی زمین اومد. خداوند اومد، نورش رو قایم نکرد. نورش رو پنهون نکرد. خداوند حرکت کرد حرکت کرد و این نورش رو هر جا که رفت به همه نشون داد شفاها جاری کرد محبت کرد همه رو اونهایی رو که شاید خیلی ها ترد کرده بودن خیلی اصلا محبتش نمی کردن. از طریق مذهب به هیچ عنوان اونا لایق محبت نبودن ولی خداوند محبتشون کرد و آزادی ها به وجود آورد اسیران رو ناامیدان رو اونها رو نجات داد خداوند زمانی که روزمین زمین بود اومد گفت من اومدم که پدر رو نشون بدم اومدم پدر رو نشون بدم اومدم اراده و خاص پدر رو نشون بدم بگم که چه پدری هست اون تصوراتی که شما میکنید نیست پدر اینه هم اومدم پدر رو نشون بدم و هم اومدم که اعمال شیطان رو باطل کنم چطور اعمال شیطان رو باطل کرد با آزادی ها با اخراج ارواح با شفای بیماران با امید دادن به ناامیدان با محبت کردن به اونهایی که هیچ وقت هیچ که فکر نمیکرد که لایق محبتن حتی خودشون هم فکر نمی کردن. فکر می کردن مطرود جامعه هستن و باید همچنان کوبیده بشن ولی خداوند اومد همونا رو آزاد کرد انگوش گذاشت رو همینا گفت من اومدم برای اینها اینا هستن که احتیاج به نجات دارن اینا هستن که احتیاج به طبیب دارن این مریض ها رو اومدم نجات بدم خدا رو شکر میکنم برای خداوند که این چون این الگوی محکم و قوی و روشنی رو برای ما روی زمین گذاشت مرسی پدر جان و عیسی مسیح این کار رو کرد و اومد از اون کسایی که دنبالش می اومدن به هر دلیلی شاید عاشق معجزاتش شده بودن شاید عاشق هر چیزی شده بودن شاید عاشق اون کلام تازه و زیبا و متفاوتی شده بودن که داشت میگفت یا نیازی داشتن دنبالش بودن خداوند اومد یه تعدادی رو از تو اونا انتخاب کرد گفت بیایید دنبال من البته بعد یک سری مسائلی که پیش اومد سختی هایی که پیش اومد مخالفت هایی که یهودیایی که بودن مذهبیونی که بودن باشون با میکردن خیلی ترسیدن حقیقت جا زدن و اون شهامت و قدرت رو نداشتند که مسیح رو دنبال کنن اونطوری که باید و عیسی مسیح یه تعدادی رو به عنوان شاگرد انتخاب میکنه انگوش میذاره روشون و میگه بیایید دنبال من اینا رو میاره باهاشون هم نشین میشه هم کلام میشه براشون خیلی چیزها میگه چیزهایی که هیچ وقت نشنیده بودن و شاید هم همه رو درست بازم متوجه نمیشدن ولی باشون صحبت میکنه و اونها رو پر میکنه و بعد یه مدت کوتاه بهشون میگه که خب برید من به شما قوت و اقتدار میدم برید و اون کارهایی رو که من میکردم حالا انجامش بدید برید اونها رو میفرسته اونا رو میفرسته و اونا میرن اون کارایی رو که مسیح بهشون گفته بود و مسیح خودش انجام میداد اونا انجام میدن و جالب اینه که وقتی که برمیگردن خیلی هیجان زده بودن که میگفتن که ما این کارا رو کردیم خیلی تعجب آور دیوها اخراج شدن بیمارها شفا پیدا کردن انگار هنوز خودشون باور نداشتن که چه قدرتی داره توشون کار میکنه قشنگه خودشون نمیدونستن ایمان داشتن به خداوند به اون ایمانی که بهش داشتن قدم برداشتن ولی هنوز مات و مبهوت بودن از اون قدرت و اقتداری که از طریق اونها داشت عمل میشد و این کار رو و خدا رو شکر میکنم که خداوند این رو هم برای ما یه الگو گذاشت و ما رو کاملا تفهیم کرد که کجای کار قرار داریم و همون رو از ما میخواد خداوند درسته خداوند همون رو از ما میخواد و ما شاگردان مسیح هستیم و این رو خداوند امروزه به ما داده و میگه اون کارهایی رو که من کردم شما هم میتونید انجام بدید و بزرگتر از اون رو هم آمی حتما همینطوره چون روح خداوند محدود نیست چون روح القدس محدود نیست روح القدس رو ما نمیتونیم با فکرمون با دانشمون با توانمون با دانسته با اون چیزهایی رو که از قبل داریم هر کدوم ما به تفاوت به اون لولی که درک و فهم داریم نمیتونیم روح القدس رو محدود بکنیم در اون هیته و اون عمل روح القدس فراتر و فراتر از اون چیه که هر کدوم از ما فهمیدیم به قول اینا میگن که باید یکم یک چیز باشیم انتاف پذیر باشیم و اجازه بدیم که خودمون رو آزاد کنیم بذاریم و بسپریم به دست روح القدس که اون عمل کنه اینو میخوام بگم در ادامه که جالب بود که شاگردان مسیح حرف مسیح رو گوش کردن خب پتروس شفای مادر زنی شدید متای باجگیر از اون اسارت‌هایی که داشت آزاد شد هر کدومشون چیزهایی رو که در گذشته داشتن و دوستش نداشتن یا گذاشتن کنار یا چیزهای خیلی خوبی رو از مسیح گرفتن و در کنارش بودن براشون خیلی عالی بود دوست داشتن کنارش باشن روز و شب ولی به این بسنده نکردن و نگفتن که جای ما خوبه همینجا که نشستیم کنارت بمونیم حرفای قشنگتو بشنویم امیدوار بشیم حالمون خوب باشه مشکلاتمون رو حل کن و هر جا که کمک نیاز داریم کمکمون کن تقویتمون کن به این بسنده نکردن واقعا درسته و هر جا که خداوند عیسی مسیح داشت میرفت پا به پای اون حرکت میکردن از اون زمانی که خداوند شروع میکنه به خدمت خیلیا که میبینن معجزاتش کلامشو، کلامش و قدرتش و و اون مسیح که روش بوده رو میبینن دنبال شرکت میکنن یا برای شفا میان برای آزادی میان برای برای آزادی از دیوها میان برای خیلی خیلی چیزهایی که نیاز داشتن و تا به اون روز نداشتن دنبال خداوند حرکت میکنن و در تمام این لحظات و خدمتی که خداوند رو زمین داشت شاگردانش کنارش بودن با اون خوابیدن، پا میشدن در سختی ها باهاش بودن ولی داشتن لحظه به لحظه ازش چیزی یاد میگرفتن شاید در هر زمانی که موقعیتی که قرار می گرفتن و به عبارتی سپرایز می شدن که الان اینجا باید چی کار کرد یه چیزی از خداوند میدیدن و همونجا براشون یه درسی می شد. و این موقعیت اونها رو بنا می کرد و قوت میداد و محکم میکرد برای قدم های بعدی توی کتاب می خونید خودتون و من دیگه یکی یکی به اون موضوعات و اون چیزهایی که بوده اشاره نمی کنم چون مطمئنم همتون خوندین و اگرم نخوندین کتاب رو امیدوارم که داشته باشید خودتون بخونید خدا رو شکر همه ما یه روز پدر ما رو انتخاب کرد که بیایم و در کنار اون قرار بگیریم عیسی مسیح در طی اون سه سال که با شاگردا بود این کار رو انجام داد پرشون کرد تا حدودی باهاشون در تجربه های مختلف افتاد و بهشون نشون داد منظورم در شرایط مختلف قرار گرفت و موقعیت های مختلف رو بهشون نشون داد که چطور باید عمل کنن با چه ایمان و چه قوتی بیستن و در اعمال رسولان میخونید توی باب اول زمانی که عیسی مصلوب میشه و بعد از اون قیام میکنه و به شاگردان ظاهر میشه قبل از اینکه به آسمون بره بهشون میگه وایسید توی اورشلیم بمونید تا اون وعده پدر رو که روح القدس هست رو دریافت کنید چرا تا اون بهتون قوت بده و اون بر شما بیاد و شما رو قوت بده تا اون موقع شاگردان من بشید عجیبه عجیبه این چند نفر که شاگردان بودند با خداوند بودند خیلی کارا کرده بودند ولی باز خداوند بهشون میگه بمونید و روح القدس رو دریافت کنید که اون شما رو پر کنه و قوت بده و شاگردان من بشید و میبینید که همینطور میشه شاگردان در اورشلیم میمونن در اون بالاخونه که خوندید در باب دوم که زمانی که روح قدوس نازل میشه و شاگردانی که در زمان مصلوب شدن مسیح در طی اون مدتی که قبل از اینکه مسیح به آسمون بره و روح قدوس بیاد واقعا ترس بود برشون ناامیدی بود و سردرگمی بود و کاملا نمیدونستن چیکار میخوان بکنن سردرگم بودن و در همون همه مثل همه ماها اونا هم آدم بودن اونا با مشکلات زندگی با ترس های انسانی خودشون درگیر بودن ولی زمانی که روح برشون میاد اینها رو قوت میده کلامشون رو مس میکنه به چنانی که پتروس پتروس قیور بود ولی باز تا قبل از اون جرعت رو نداشت که بیاد این رو اعلام کنه اون کلام رو نداشت اون مس رو نداشت روح القدس وقتی که میاد برشون پتروس میاد بیرون و شروع میکنه مسیح رو موعظه کردن اعلام کردن بشارت دادن و کلام خدا رو گفتن و میبینیم که در اون روز سه هزار نفر به مسیح ایمان میارن و اون کاری رو که مسیح انجام داده بود رو درک میکنن و میپذیرن و نجات رو دریافت میکنن و این واضحه که از خود پتروس نبود از خود پتروس نبود پتروس که شاید این خیلی عادلانه نباشه که همیشه ماها مثال میزنیم پتروسی که خداوند رو سه بار انکار کرد اونم انسان بود میدونید خداوند رو دوست داشت ولی ضعفهای انسانی هم بود و خداوند سه بار انکار میکنه بعد چطور جرأت میکنه تو اون همه جمعیت بعد با چه کلامی با چه رشادتی با, با چه فساحت کلام و بیانی میاد و خداوند رو اعلام میکنه و سه هزار نفر عجیبه سه هزار نفر به عیسی ایمان میارن و بعد اون میبینیم که همونطور ادامه میدن و همچنان که خداوند گفته بود عیسی مسیح گفته بود شاگردان خداوند میشن برای خداوند سمر میارن جانها رو نجات میدن و کلیسای خداوند رو بنا میکنن شکر خداوند شکر میکنم برای این کارهای عجیب و خارقلادهی که انجام میدی و مافوق از تصور و فکر بشری حقیقتا هممون هم دیدیم شاید در خیلی از موارد و خدا رو شکر همون روح القدس عزیزان همون روح القدس امروز در من و شماست غیر اینه البته نه همون روح القدس در ماست توی کلام میخونیم در همون اعمال رسولان میخونیم که پتروس وقتی که داره میگه میگه هر کی که به مسیح ایمان میاره تمید ایسا میگیره روح برش میاد و عطایای روح رو دریافت میکنه زمانی که ما روح القدس رو دریافت میکنیم روح القدس دست خالی جایی نمیره روح القدس دست خالی نمیره یه آدم جنتلمن یه شخص جنتلمن یه شخصی که خیلی روش حساب میکنید و صاحب یک مقام یک شخصیت بالایی هست وقتی که پاشو جایی میذاره اولا که بی دعوت نمیره درسته بی دعوت نمیره اونجوری که خداوند نمیاد خداوند هست منتظر هست ولی منتظر دعوت ماست رول قدوس هم همینطوره بی دعوت نمیره و وقتی که دعوتش میکنی دست خالی نمیره دست خالی خداوند به خونه قلب ما نمیاد هر کدوم از ما که روح رو دریافت میکنیم عطایی رو داریم و عطایی میتونیم داشته باشیم خیلی چیزا میتونیم داشته باشیم خیلی چیزا پتروس اون لحظه اونو نشون میده و در هر کدوم از ما اگر نگاه بکنید چیزهایی هست که در ما رشد کرده قوت بخشیده شاید در یکی دیگه نباشه در ما پررنگ تره و اگر یکم دقت میکنیم میبینیم که واقعا این از قوت و فیز و اون توان انسانی ما نیست اینو کاملا خودمونم میتونیم درک کنیم که یکم برگردیم به گذشتمون نگاه کنیم بگیم این تا جایی که میدونم من اصلا واقعا اینطوری نبودم واقعا این در از من تا به حال دیده نشده این از یه جای دیگه میاد این از کجا میاد و مهمتر از همه اگه میخواهید بدونید واقعا از روح القدس هست اون آرامی که از روح القدس هست درتون قرار داره تشویش درش نیست با آرامی میاد در شما و با اون آرامی و تمنینه و روح جنتلمنه روح آرامشه و با اون آرامی کار میکنه و شما رو در اون مسیری که براتون در نظر گرفته حرکتتون میده توی اول قرنتیان باب دوازه اینا رو نمیخونم آیه هاشو چون خودتون مطمئنا خوندید و اگر نخوندید تشویقتون میکنم که خودتون بخونید چون نمیخوام کلمه به کلمه آیه بخونم و اینجا وقت بیشتری رو بگذرونم تو اول قرنتیان تو باب دوازه انواع و اقسام عطایا نوشته شده عطای شفا، عطای کلام علم عطای زبانها، ترجمه زبانها، ایمان و و و و خداوند در همون اول قرنتیان 12 میگه که خداوند اونها رو بر حسب اراده خودش در بدن خودش که کلیسا هست قرار میده هر کدوم از ما ایماندارها بدن خداوند هستیم و کلیسای خداوند رو تشکیل میدیم و اینو میخوام الان اینجا یه پرانتز باز کنم. هر ایمانداری، هر ایماندار عزیزی که خداوند رو به قلب خودش راه داده و قلبش رو داده به خداوند، باید زیر اقتدار یک شبان و یک کلیسا باشه. باید زیر اقتدار یک شبان و یک کلیسا باشه. خوبه که این کلیسا ساختمونی باشه، با هم در مشارکت باشن، با هم جمعشن و فیزیکی در کنار هم قرار بگیرن. و حتی اگر چون الان میدونم این شرایط برای کشور ما نیست واقعا و نمیشه اصرار کرد و ما مثل اون موقع ها میگفتن جونمون رو علکی به خطر نمیندازیم علکی خودمون رو با مسائل خطرناک روبرو نمی این از حکمت نیست و اگر که اون شرایط نیست که در کنار همدیگه ایماندار رو قرار بگیرن کلیساهای آنلاین هست زیر اقتدار یک کلیسا قرار بگیرید و کلیسا و خود کلیسا زیر نظر خداونده خود کلیسا سر همونجوری که در کلام گفته میشه عیسی مسیح سر کلیساست این سره که فرمان میده هر عضوی کجا قرار بگیره چه کاری رو انجام بده و چه سمری رو داره و هر خدمتی عزیزان هر خدمتی هر خدمتی کوچیک نیست خداوند در اول قرنتیان باب دوازده میگه در ادامه میگه شاید عضوهایی هستن کوچیکن شاید قشنگ نیستن در ظاهر به چشم ولی اونها رو محترم میشماریم بیشتر بهشون احترام میکنیم در بدن عیسی مسیح در کلیسای خداوند هر عضوی احترام خودش رو داره شاید یه تعدادی رو خداوند به صورت خیلی برجسته اعلام کرده که شفا واعظ بودن رسول بودن شبان بودن اینا عالیه خدا رو شکر میکنم برای تک تکشون ولی اینا چیزایی هستن که اکثر مردم میدونن میبینن میشنون و فکر میکنن که خدمت فقط اینه که من در اونجا قرار بگیرم شما تو همون اول قرنتیون وقتی که میری تو باب سینزه در مورد محبت صحبت میکنه درسته؟ در مورد محبت صحبت میکنه و میگه که همه اینها این عطایا این عالیه خوبه ولی اون چیزی که بالاتر از همه هست محبته محبته همه ما میدونیم که خدای ما محبت و خداوند ما رو محبت کرد و میدونیم که محبت رأس ایمان مسیحیه و محبت چیه واقعا؟ واقعا محبت معنی دقیقش چیه؟ محبت رو معنی دقیقش رو خداوند توی لغا 11.27 خداوند اون حکمی رو که به ما داده خود ایسای مسیح حکمی رو که به ما داده میگه کاری رو که شما باید انجام بدید به عنوان یک ایماندار به عنوان یک کسی که میخواید خدا رو خوشنود کنید و در خداوند حرکت کنید دو تا بیشتر نیست یک خدای خودتون رو با تمام قلب جان فکر محبت کنید یعنی چی یعنی تمام قلبم خداوند مال توه توش چیز دیگه جا میدم رأس اول توی اول تو رو میخوام اول تو اولویت داری قلب من چیزای دیگه شاید بخواد عاشق بچم باشه عاشق اون باشه عاشق کارم باشه ولی اینا نمیتونه اول باشه اول من تو رو میخوام اول سهم قلب من مال توه اول برا تو وقت میذارم اول تو رو دنبال میکنم اول تو رو در نظر میگیرم با تمام فکرم بیشتر به تو فکر میکنم بیشتر به کلام تو بیشتر به مسیر تو به اراده تو فکر میکنم با تمام جانتون با تمام ارادتون من بیشتر تو رو میخوام جلال بدم نبرم دنبال کارهای دنیاییم. اینا خوبه خداوند ما رو گذاشته در دنیا لذت ببریم دنیای به این زیبایی با این همه زرافت و قشنگی درست توش داره خرابکاری میشه ولی خداوند خلقت زیبایی آفریده و ما رو گذاشته که ازش لذت ببریم و توش سمر بیاریم بارور بشیم و چیزایی که خودتون میدونید ولی اول خداونده این حکم اول بود در حکم دوم خداوند چی میگه میگه اگه میخوای منو خوشنود کنی همسایت و مثل خودت محبت کن یعنی دیگه زحمت بیشتر نکش دیگه دنبال اینو دنبال اونو این کتابو بخون و اون چی میگه و این چی میگه اینا خوبه که جزئیاتو بهت بگه ولی یه چیز کلی و کاملا دقیق وجود داره که خداوند میگه که همسایتو مثل خودت محبت کن این همسایه کیه این همسایه کی هست؟ همسایه کسایی هستن که اطراف ما وجود دارن. از همسرمون گرفته که واقعا خیلی مهمه اگه میخوایم ببینیم واقعا محبت داریم و داریم محبت رو اجرا میکنیم و به طور واقعی یا نه میدونید بیرون راحت محبت کردن به دیگرون محبت کردن خیلی راحته چون یه چند ساعتی باهاشون هستیم و اون چهره خوبمون اون حوصله خوبمون رو براشون میذاریم ولی دیگه با خستگی ها و با همه خودمون وقتی که میایم خونه خودمونیم آیا اونجا شوهرمون رو محبت میکنیم هم زنمون محبت میکنیم همسرمون و بچه و همینجور برمیگرده به خونوادههامون، برادر خواهر پیرامون دوست کم 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 بیشتر و بیشتر چطور محبت کنیم همون چیزی رو که میخوای برای تو بشه برای اونا انجام بده ما برای خودمون بهترین ها رو محبت خداوند میگه چیزی نیست جز اینکه جونت رو برای دوستت بذاری حالا ما که جونمون رو برای دوستمون نمیذاریم تا اونجا ایمان آمین که برسه به اونجا که با اون قلب بریم جلو برای همدیگه ولی حالا اگه اون قلبم نداریم در حال حاضر لا اقل قدم برداریم اون چیزهایی رو که از دستمون برمیاد برکاتی رو که خداوند به ما داده نعمتهایی رو که خداوند به ما داده فیزی رو که به ما داده اون رو با بغل دستیمون با دور به اشتراک بذاریم خداوند شاید به من یک قوتی داده که من همیشه با قوت میتونم حرف بزنم میتونم تشویق کنم میتونم دیگرون رو دل، دلگرم کنم چرا نکنم این کارو این فیضیه که به من داده شده این محبتیه که خداوند منو کرده و منم دیگرونو انجامش میدم این میشه محبت کردن این میشه خدمت کردن خداوند به من برکت زیاد داده پول زیاد داده راهایی رو باز کرده که ثروتش ریخته تو زندگیم یا یه هوشی داده به من که من پول خوبی درست کردم و پول خوبی به دست آوردم خب اینا که از خودم که نبود اینا از کجا اومده هر چی که داریم مال اونه هر چی که داریم از اون به ما رسیده خب اینو با دوربریامون با کسایی که دوستش داریم با کسایی که نزدیکمونن با کسایی که نیاز دارن تقسیم کنیم خداوند یه صبری به هم داده که شاید گوش خوبی باشم برای شنیدن شاید قلبی داشته باشم برای همدردی برای کمک کردن شاید حکمتی داشته باشم از خداوند برای اینکه راهی رو نشون بدم به دیگرون یعنی چیزاییه که خداوند میده اینا رو با دیگرون به اشتراک بذارم بشینم درد دلشون رو گوش کنم بشینم محبتشون کنم آدما همیشه نیاز ندارم بهشون نصیحت کنیم و چیزی یادشون بدیم یه وقتا دلشون پره میخواد یه جا بره اینو بگه این دل خالی بشه خب برم بشینم گوش بدم بدون اینکه که بشینم قضاوتش کنم بدون اینکه که بشینم نسخه بپیچم براش نصیحتش کنم میدونید فقط یکی رو میخواد که بگه حتی اگه اشتباه کرده باشه میخواد بگه و دلش رو سبک کنه و خالی بشه از اون بار و فشاری که روشه خداوند به من یه ماشین داده اقل وسیله اگر یکی نیاز داره که ببرمش بیارمش و نیازش به اینه که من در یک مدتی یک پروسه کمکش کنم بکنم این کارو من نمیگم خودمون رو به زحمت بندازیم این حکمتیه که خداوند میده اون آرامیه که خداوند میده خداوند با قلبهای ما حرف میزنه یه وقت ما میگیم که خب من کجا بدونم خوندگیم چیه بذارید یه چیز قشنگی براتون بگم تو که این برای خود من جالبه که اون اوایل تو یک کنفرانسی بودیم و یه شبان خیلی عزیزی اومده بودن و کنفرانس رو برگزار میکردن بعد یکی از عزیزانی که شرکت کننده بودن و یه چند سالی بود که ایماندار بودن اومدن به شبانی که در اون جلسه بودن گفتن که آقای شبان شما گفت چی میخوای؟ گفت که میخوام به بگه که خوندگی من چیه کمکم کنی رو پیدا کنم و تو مسیرش قرار بگیرم این عزیزی که این سوال داشت میکرد یک مرد جوان و با یک صورت مهربان و آرام بود و یک آرامش عجیبی داشت همیشه در تلاطمایی که تو زندگی برای هممون اتفاق میافتاد و ایشون هم در اون تلاطومها قرار میگرفت و ما میدونستیم که الانم در اون شرایط هست و میرفتیم پیشش و میخواستیم ببینیم حالش بشیم و ببینیم که چطوره اون ما رو دلداری میداد میگفت هیچ طوری نیست این شبون از این چیزا خبری نداشت اینا رو نمیدونست از جای دیگه این اومده بود ولی فقط صورت و چهره این عزیز رو دیده بود و یکم نگاه کرد به صورتش و به اون لبخندی که به صورتش بود و گفت که برادر شما با همین صورت مهربانت آرامی بده به دیگرون دیگرون رو محبت کن همین قوت قلبه همین آرامی برای دیگرون عجیب بود عجیب بود برای ما که جالبه چه خدمتی خداوند نگاه کنید فقط یک لبخند خرجی هم نداره چیزی رو که خداوند داده بود بهش اون فیض رو خداوند داده بود که در مشکلات و مسائلی که قرار می گرفت این عزیز آروم بود واقعا آروم بود عداش هم در نمی آورد چون آدم میفهمه. آروم بود و با همون آرامش همه مسائل رو پشت سر میذاشت. خداوند این خدمت رو بهش داده بود نه که بگم فقط اون ولی حداقل کاری که میتونست بکنه اونه و عزیزان اینو میخوام بگم میدونم خیلی از ما ایماندارها وقتی که ایمان میاریم عاشق خداوندیم قلبمون میتوه برای خداوند خدای چی کار کنم خدای چی کار کنم چیکار کنم برات دلم میخواد یه کاری بکنم به من بگو به من بگو خدا رو شکر خدا رو شکر واقعا خداوند هم عاشق همین قلب مشتاق ماست خداوندم نه نمیگه ولی شرایط داره میدونید شما زمانی که بچهتون دوستتون داره میاد میگه مامان میخوام برات یه کاری بکنم بابا میخوام برات یه کاری بکنم بذار این کارو بکنم بذار اون کارو بکنم شما به عنوان یه بزرگتر وقتی که نگاش میکنید خب میتونید بفهمید که توان و قدرتش چقدره آیا میتونه انجام بده نمیتونه انجام بده نکنه اینو بهش بدم که مثلا اذیت بشه خارج از توانش باشه دل زده بشه میدونید چی میخوام بگم خداوند به این چیزا نگاه میکنه ما موقعی که ایمان میاریم خیلی دلمون میخواد خیلی کارهای بزرگ بزرگ بکنیم میخوایم اصلا بدویم کلا برای خداوند بدویم واقعا و فریاد بزنیم همه بشنون ولی خداوند میگه اوکی یکم صبر کن یکم صبر کن آروم آروم وقتی که پخته شدی وقتی که پاهات محکم شد وقتی که یکم بلد شدی تو رو آروم آروم میذارم سر جایی که باید باشی تا که هم خرابی به بار نیاری تو اون کاری که داری میکنی هم خودت خراب نشی میدونید وقتی که یکی هنوز ایمانش قوت نگرفته احتمال داره تو مسیری که داره میره دل سرد بشه بشکنه اذیت بشه ناامید بشه و خودش که خراب میشه که خیلی بده و از یه طرف دیگه دیگرون رو نتونه بسازه و اونا رو هم خراب کنه و اینه که خداوند اجازه میده که آروم آروم هر چیزی شکل بگیره عجله نمیکنه خداوند انقدر آروم با صبر و با تمنینه ولی فراموشمون هم نمیکنه فراموشمون هم نمیکنه خداوند میگه کاری رو که در شما شروع کردم به انتها میرسونم کاری رو که شروع کردم به انتها میرسونم ما فقط باید این قلبامون رو چک کنیم این اشتیاقمون رو نگه داریم با خداوند فقط باید در کلامش بمونیم با اشتیاق بمونیم خداوند این دستای ما رو محکم گرفته حتی اگه روزهایی بشه که ما ناامید بشیم دل سرد بشیم بشینیم خسته بشیم دردمون بیاد اشکمون بیاد نمیدونم حتی همه این اتفاقا برامون بیفته یه زمانهای استاب کنیم اصلا بگیم که نمیتونم واقعا قوت ندارم هیچ کاری بکنم در تمام این لحظات قلب مشتاق رو حفظ کنید قلبتون رو حفظ کنید برای خداوند از کلامش دور نشید قلبتون رو حفظ کنید پدر دستاتون رو محکم میگیره ولش هم نمیکنه مطمئن باشید ولش نمیکنه کلام خودشه وعده خودشه میگه کاری رو که در شما شروع کردم تا به آخر اون رو به انجام میرسونم و شما رو به اون جایی که باید برید میبرم و اینو میخوام بگم که خداوند این کار رو انجام میده حالا چطور بدونیم چیه دعا کنید دعا کنید خدایا چی کار انجام بدم دعا کنید باهاش صحبت کنید خداوند از طریق کلامش زمانی دارید کلامش رو میخونید خداوند از طریق کلامش بهتون یه دفعه یه چیزی میده باور کنید این اتفاق شد بر خیلی از عزیزان افتاده حالا اونایی که این اتفاق رو تجربه نکردن این چیز رو تجربه نکردن شاید بگن وا مگه میشه یه هم چیزی دقیقا میشه شما دارید کلام میخونید همون کلامی که شاید بارها خوندید ولی یه دفعه میرید و دارید میخونید و از توش پیامی براتون میاد خداوند یه وقتایی پیامش رو برای هر چیزی برای هر چیزی که براش در دعا هستید در سوال هستید در از خداوند میخواید بشنوید از طریق کلامش بهتون جواب میده یه وقتا خداوند از طریق رویا باهاتون حرف میزنه از طریق رویا بگیرید اون چیزی رو که بهتون میده و کاملا میفهمید که این چیزی که گرفتید متفاوته این فرق میکنه چون اون رو در قلبتون حس میکنید میفهمید که این حقیقی بوده این مثل خوابای دیگه نبوده اینو نمیشه روش همینجوری گذشت و یه پیامی بر من بود و خود روح القدس براتون باز میکنه که چی میخواستم بهت بگم و حرفم چی بوده و این پیام چی بوده خود روح القدس براتون میخواد اگرم نمیتونید دقیق در دقیقا درکش کنید بگید روح القدس به من بگو دقیقا اینجا چه خبره چی داره میگذره و بهتون میگه و یا یه وقتهای خداوند از طریق یه مرد خدا یا زن خدا و از طریق دیگه بهتون این تشویق و این نبوت رو میده که تو این مسیر حرکت کن خدا رو شکر میکنم برای خداوند که طریقاش متفاوته با طریقای ما کلا متفاوته ما نمیتونیم بگیم که خدای از این طریق فقط با من حرف بزن من اینجوری حرفتون میفهمم خب اگه واقعا نیاز دارید بگید شاید خداوند از همون طریقم هم تونست باهاتون تماس بگیره ولی طریقای خداوند متفاوت هوشیار باشید و از طریقای مختلف دریافت کنید اون چیزی رو که میخواد بهتون بده عزیزان من اون کمی رو که بهتون میده در اون کم امانتدار باشید و امین باشید اگر شما رو میذاره در جایی که فقط مثلا پذیرایی کنید مثال میگم پذیرایی کنید یه چایی بریزید دست یکی بدید یا آب دست یکی بدید اگه میذارتتون یه کار به ظاهر کوچیک انجام بدید شاید بگید آخه من این همه کلام میدونم من این همه از اون یکی بیشتر میدونم من که دانشم بیشتره خیلی هم بهترم میتونم حرف بزنم الان چرا اینجا قرار گرفتم برم چایی بدم برم پذیرایی کنم کم نگیرید اینو واقعا کم نگیرید خدا رو شکر این میدونید این چیز نگاه انسانی ماست من یادم میاد یه یعنی عزیز خادمی بود که مدت ها توی خونش جلسات برگزار میکرد و کلام مقدس رو موعظه میکرد و میرفتیم هر هفته هر ماه خونش و خانم ایشون خب همیشه پذیرایی کرد به چشم نمی اومد واقعا شاید به چشم خیلی از ماها نمی اومد ما انسانیم میدونید همه تمرکز و فکرمون میرفت سر اون عزیز شبان که میخواد صحبت کنه میخواد چی بگه همه توجه به ایشون بود صحبت ها با ایشون بود تشکرها از ایشون بود ایشون رو در ذهن و فکر و قلبمون بزرگ میکردیم چه مرد خدایی چه کلام خوبی خدا رو شکر واقعا هم بود واقعا هم بود واقعا برکت می گرفتیم ولی ولی این رو از بود انسانی خیلی از ماها از یاد برده بودیم که این عزیز خادم این عزیز خداوند این مرد خدا که داره این کلام رو موعظه میکنه و بر ما آورده یکی پشتش قرار داره این همسر مهربانشه شاید نیاد یه خط از آیه رو برات بگه ولی این داره این مرد رو ساپورت میکنه این داره این جلسات رو برپا میکنه داره قبل از این که خب این عزیزم کار میکرد کار میکرد مثل همه عزیزان بیکار کسی نبود همه با خستگی و کار و مشغله میومدن بچه دار بودن ولی این عزیز بود و وقتی که میرسید خونه اون روز جلسه خونه رو مرتب کن بچه ها رو مرتب کن پذیرایی مهمونا رو آماده کن و توی جلسه بزار، وردار بعدش بشور بعد تازه حالا اگر خدا کنه که کسی حرفی نزنه که اینجا کج بود و اونجا راست بود چرا فلانی فلان طور بود و فلان طور نبود اینا رو دیگه من نمیدونم ولی میدونم که تو جامعه شاید خوب نباشه تو جامعه ما زیاد به این چیزا توجه میشه چرا اینجا کج چرا اونجا راسته چرا اونور اونطوره چرا اینور اینطوره ما اصلو میذاریم میریم دنبال فر و میخوام بگم که این عزیز این کار را انجام داد کوچیک نبود در کم امین باشید مثال قنطارها رو خداوند میزنه توی کلامش به یکی 20 داد به یکی 5 داد به یکی یه دونه داد کم زیاد فرقی نمیکنه در اون کمی که میده امین باشید و همون رو رشد بدید خداوند نگاه میکنه اگه تو اون کم امین هستی در هر شرایط بالا و پایینی که قرار میگیری چه حال داشته باشی چه حال نداشته باشی چه موقعیتت باشه چه نباشه چه فرش قرمز پن نمیشه برای ما اینو مطمئن باشین موقعی که برای خداوند میخوای حرکت کنی خدمت کنی دنیای تاریکی خوشحال نیست فرش قرمز برات پن نمیکنه که بفرما همه چی مهیا برو انجامش بده نمیکنه این کارو موانع میاد فشارها میاد و اینو میخوام بگم تو همه اون فشارها موانع و مشکلاتی که میاد تو اون کم امین باشید خودتون رو تست کنید مثل اینه که انسانی بخوایم بگیم از کلاس اول شد کلاس اول کلاس آسونی نباشه ولی حالا ماها سرسلوار توی دنیای زندگیمون و این دنیاییمون اول میره دوم دوم میره سوم هی لولا سختتر و سختتر میشه و میریم بالاتر و بالاتر تو اون کمی که قرار داده میشه همونجا دست و پنجتون رو نرم کنید و را بیفتید خودتون رو محک بزنید محکم بشید جا نزنید نگید این چیه خداوند قابل دونسته شما رو در اونجا قرار داده منو در اونجا قرار داده ما رو در اونجا قرار داده میدونید چیه یه چیز دیگه ای که یادم میاد دلم میخواد بهتون بگم برام جالب بود یه روزی میگفتم که الان ما اینجا مثلا خب کمپانی بوینگ کمپانی مایکروسافت نمیدونم از اون کمپانی هاست که مثلا خیلی ها توش میرن میگن که ما خیلی زوق میکنن میگن ما خب زوقم داره بنفیت های خوب داره مزایای خوب داره پول خوب داره میگن ما توی بوینگ کار میکنیم ما تو کمپانی نمیدونم مایکروسافت کار میکنیم و الو بلو وضعمون خوبه و عالی بهش افتخار میکنن و خدا رو شکر برای این برکتی که خداوند داده و اینا رو در اونجا قرار داده و داره تو زندگیشون کار میکنه و چقدر بیشتر چقدر 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 بیشتر من و شمایی که تو کمپانی خداوند تو کار خداوند به خدمت گماشته میشیم برای هر کاری شما بگو برای هر کاری شما بگو برای جارو زدنه برای تمیزکاری برای نمیدونم یه گوشه اصلا دیده نشیم اصلا هیچکی ندونه داریم چی کار میکنیم برای اون عزیزانی که واقعا پشت آیتی میشینن و کارهای الکترونیکی و اینترنتی رو انجام میدن شاید خیلی ها اونا رو اصلا یادشون نمیاد ولی کار بزرگی دارن میکنن اون علمی رو که خداوند بهشون داده اون مسیر رو که خداوند براشون گذاشته اون, اه 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 تا اون تلنت یا اون استعدادی رو که خداوند براشون قرار داده اون رو به خداوند تقدیم کردن و دارن ازش استفاده میکنن میدونید دارن با امانتداری استفاده میکنن شما حساب کن یه کمپانی بوینگ یا مایکروسافت به کارمنداش اونطور پول میده اونطور اونا رو ساپورت میکنه مزایا میده حقوق خوب میده شما فکر میکنید خداوند کمتر از یک انسانه مطمئنم که میدونید که نه خداوند زیر دین هیچ کدوم از ما نمیمونه اگر یک قدم برداری ده قدم برات میاد خداوند میگه هر چی که به من میدی پر و پیمون اونو برات برمیگردونم زیر دین هیچ کدوم از ما نمیمونه به هیچ عنوان نمیمونه اگه عشق بدی بهت چند برابر عشق میده و میاد البته خداوند همیشه عاشق ماست اون به میار و سنجش عشق ما نگاه نمی کنه. چون ما واقعا درک درستی از اون عشقی که باید بهش داشته باشیم و نداریم و بنابراین نمیتونیم اونطور که لایقشه اون رو پرستش کنیم دوست داشته باشیم و عاشقانه دنبال کنیم ولی اون همیشه ما رو محبت میکنه میخوام بگم که ما چشم به مزایای خداوند ندوختیم به اینکه به ما برکت بده ندوختیم ما با عشقی که بهش داریم براش حرکت میکنیم و اینو بگم بهتون خودتونم میدونید خداوند میگه که ایمانتون آزمایش میشه سنجیده میشه ما تو خدمت که داریم خیلی کارهای بزرگ شاید بکنیم به خیلی ها کمک بکنیم خدا رو شکر که این کارو میکنیم و این کارو باید بکنیم برای جانهای زیادی رو برای خداوند سید کنیم خیلی کارو باید بکنیم و فقط میمونه اینجا که دل ما کجاست خداوند این نیات ما و دل ما رو میبینه و میشنوه خداوند میگه قلبتون رو با من صاف کنین هر خدمتی عزیزان دو سمت داره افقی و عمودی عمودی ما به سمت خداوند هستیم با خداوند هستیم اون رابطه ای هست که باید با خداوند حفظ کنیم و محکم نگرش داریم و اون رابطه افقی رابطه ای هست که اون محبت رو روی زمین جاری می و در خدمتمون به عزیزان داریم درسته من اینو میگم من میگم اگر من قرار یک ساعت بیستم و کلام خدا رو اعلام کنم جلال خدا رو به دیگرون اعلام کنم محبت خدا رو به دیگرون اعلام کنم اگر من قرار این کار رو انجام بدم این رو یک ساعت کم کم باید روی زانوهام باشم و در حضور خدا افتاده بشم و اون رو محبت کنم و از اون محبت بگیرم و از او بشنوم شکر میکنم خداوند میدونید عزیزان زمان داره همینجور میره و من خیلی چیزایی بود که دلم میخواست که براتون بگم و دارم چک میکنم چیزی رو جا نذاشته باشم که به زمانی که خداوند به ما داده برسیم خداوند فقط دیگه این دفعه آیه رو میگم واقعا وقت نمی کنم برسم در افسوسیان یک هیوده تا بیست و دو بخونید خداوند میگه در یابید اون چیزی رو که امید دعوت شماست خداوند هر کدوم از ما رو برای این زمانی که داریم برای این عمری که گرفتیم در این زمان خداوند ما رو دیده در آسمان ما رو دیده برای امیدی ما رو دعوت کرده ما رو دعوت نکرده فقط این شم و این نور و این گرما رو ورداریم بریم کنج اتاقمون و خونمون بشینیم خودمون رو گرم کنیم و روشن کنیم دور و برمون رو ببینیم و اطرافیانمون رو فقط حفظ کنیم نه خداوند میخواد این رو ورداریم و بریم و حرکت کنیم خداوند تو ارمیا یک چهار به ارمیا میگه که ارمیا زمانی که تو توی شکم مادرت بودی من تو رو شناختم تو نبی من بودی من میدونم که تو نبی من هستی و تو رو برای این دوره و زمان انتخاب کردم خداوند من و شما رو اتفاقی در این زمان و این مکان و این موقعیت قرار نداده اینو فقط مطمئن شید و مد نظر داشته باشید خداوند ما رو اتفاقی قرار نداده اون رسالتی رو که بر عهده شماست دعا کنید تا خداوند بهتون نشون بده و در اون کمی که پیش روتون قرار داده امین باشید و حرکت کنید و شروع کنید و اینو میخوام بهتون در ادامه بگم نترسید ما هیچ کدوم از ما و هیچ خادمی و هیچ خادمی دقیقا اون مسیری رو که داره میره دقیق دقیق تا تشو نمیبینه اون رو روح خداوند میدونه من همین جلو رو میبینم و از روح خدا هدایت میگیرم و این قدم رو برمیدارم آروم آروم پولس وقتی که داره خدمتش رو شروع میکنه میگه نمیدونم اون بر چیه آروم آروم با هدایت روح میره اعمال رسولان رو رسولانو بخونید که اعمال روح گفته میشه ببینید روح القدس چطور کار میکنه آروم آروم حرکت کنید اون چیزی رو که در درونتون میشنوید از خداوند حتی اگه نمیدونید دقیقا جلوش چی میخواد بشه قدم بعدی چیه قدم بعدی ترش به کجا میخواد بره اصلا نگران نباشید اگه اون آرامی رو در قلبتون دارید و دریافت کردید که کاری رو باید انجام بدید بدید نترسید خداوند زمانی که توی یوشا توی پیدایش میبینیم که زمانی که موسا دیگه کارش تموم میشه و خداوند یوشه رو جایگزین موسا قرار میده و میگه که به موسا میگه دیگه یوشع است که قوم منو به سرزمین وعده میخواد ببره یوشع کنار موسا بود میدونست خیلی چیزها رو میدونست ولی رهبری نکرده بود مثل موسا انقدر دیگه با خداوند در ارتباط نبود و نزدیک نبود و براش واقعا تجربه بوی... تجربه اول بود ولی چی میگه خداوند به یوشا بعد اینکه موسا فوت میکنه و نیست خداوند به یوشا میگه یوشا چندین بار و چندین بار یوشا نترس یوشا نترس من با تو هستم و به طریقهای مختلف هی بهش نشانه میده هی بهش نزدیک میشه هی تشویقش میکنه هی بهش کلام میده و یوشه رو دلگر قوی میکنه تا بره به اونجایی که خداوند ازش میخواد نترسید برید و یه چیز دیگه بهتون بگم که از کجا بدونید که دارید درست میرید وقتی که تو مسیر قرار دارید اگر سمرات روح رو دارید میبینید اگر میبینید کاری که دارید میکنید سمر میاره برای خداوند بدونید که دارید درست میرید بدونید که دارید درست میرید اگر نه بدونید که یه جای کار درست نیست دعا کنید خداوند بهتون نشون بده خداوند میگه به پولس میگه نه با قوت توست در کتاب اول قرنتیان وقتی که میخونید پولس وقتی که میگه به قوم به افسوس میگه که من وقتی که اومدم پیشتون دلم خواست همه این آیه ها رو بخونم عزیزان ولی اصلا وقت نمیشه خداوند به پولوس پولس به اون عزیزان افسوس میگه به ایماندارا میگه میگه من نیومدم با کلام حکمت و چیزای دنیایی و علم و بس نمیدونم فصیحت کلامی که فصاحت کلامی که داشتم و اینا من با روح اومدم خداوند در من و تو با روح خودش کار میکنه هر کدوم از ما در ضعف ما قوت میشه خداوند میگه توی افسوسیان اگر اشتباه نکنم 17 14 نمیتونم آیه رو الان بگم خداوند در همونجا میگه که اون روح منه که کار میکنه که نشون میده که من دارم کار میکنم در ضعف های شما چرا تا شما به خودت افتخار نکنی که بگی این منم که دارم میکنم این کارو این از قوت و انسانیت منه ما مغرور نشیم و از با در نیاییم و دیگه اینکه اون کسایی که شما رو میشناسن اطرافتونن کاملا شما رو میشناسن و میدونن که این آدم این قوت رو نداشته و امروز که داره انجام میده از جای دیگه داره میاد و جلال خدا در ضعف های ما نمایان میشه من خیلی بدو بدو میکنم و میخوام تمومش کنم تا که قطع نشدیم و بریم کلام خداوند آروم و بی صدا و با تو معنی و آرامش با شما حرف میزنه کلام خدا رو بشنوید و باهاش در ارتباط باشید باش در دعا باشید و ازش بگیرید در آخر میخوام براتون دعا کنم و تموم کنم ای پدر جان به حضورت میایم و ممنونیم ای روح القدس برای امروز و این ساعتی که داشتیم برای کلامی که بر زبان من قرار دادی همونجور که خداوند در پیامت گفتی تو بر ضعفهای ما غالبی تو زبان منو مس کردی تا این پیام رو اونجوری که دوست داشتی به عزیزان بگم ای خداوند شکر میکنم پدر جان به حضورت میام و عزیزانی رو که خداوند قلب مشتاق دارن و در حضور تو اومدن و از تو میخوان بشنون ای خداوند به قدرت نام عیسی خودت بهشون جواب بده خودت به طور واضح خداوند باهاشون صحبت کن خدمتشون رو خوندگیشون رو بهشون نشون بده اونها رو در مسیری که باید قرار بگیرن پدرجان قرار بده ای روح القدس مسشون کن برای اون چیزی که اونها رو خوندی به قدرت نام عیسی مسشون کنه ای خداوند و باشه که مسیری رو که تو براشون داری به واضح دریافت کنن درک کنن و قرار بگیرن و اون عزیزانی که باید اینا رو همراهی کنن در اون خدمتی که میخوان شروع کنن اونها رو براشون فراهم کن تا در مسیر قرار بگیرن تا باشه که به قدرت نام عیسی اراده کامل تو رو به انجام برسونن جانهای تو رو خداوند و به سمت تو بیارن و تو رو خوشنود کنن و در بدن تو مسمر سمر باشن ای خداوند روزهای تو نزدیک باشه که همکاران نیکوی تو باشیم خداوند کارگران باغ تو باشیم کارگران اضافه کنه خداوند اونهایی رو که قلب خدمت دارن اونها رو و به قدرت نام تو بلند میکنم تا در باغ تو مشغول بشن و ثمر بیارن و نام تو رو جلال بدن و خوشنودی که به دست میاد هم از آن توست هم از آن ما به قدرت نام ایسا تلبیدم برای تلبیدان برای تک تک عزیزانی که میشنون ای خداوند برای تک تکشون آمین و آمین و میدونم که دریافت میکنیم به قدرت نام تو آمین عزیزان دیگه میریم و شما رو به خداوند میسپاریم باشه که تا برنامه دیگه شما رو داشته باشم خداحافظ همه گید